می‌دونستید که به غیر از انسان هیچ موجود دیگری از هویت خودش آگاه نیست؟ هیچ موجود دیگری نمی‌دونه که سمت و سو و جایگاهش در هستی چیه؟ فقط انسانه که با مجموع نرم افزارهایی که در اختیارش هست به دنبال فهم و درک هویت خودش هست. انسان‌ها آرمانگرا هستن، می‌خوان زندگیشون رو بسازن و بلکه بتونن با این آرمان‌ها هویت متعالی‌تری رو برای خودشون برمغان بیارن و بتونن به زندگیشون معنا ببخشن. از دیدگاه عرفان حلقه، هویت جایگاه هر چیزی رو در جهان هستی تعیین می‌کنه و انسان به عنوان یک موجود استثنایی قابلیت هویت سنجی و هویت بخشی رو داره و هویت مخلوقات دیگه از طریق انسان تعیین، ارزش و قیاس میشه. یکی از مهمترین معیارهای هویتی جوامع انسانی هویت ملی یا همون ناسیونالیسم هستش که تعیین کننده ملیت هر کسی هست. این ملیت میتونه در خیلی از مواقع برای انسانها ارزش و احترام یا برعکس ذلت و خواری رو به همراه بیاره. از دیدگاه مکتب عرفان حلقه ما دو نوع دیگه هویت رو داریم که متعالی تر هستن. یکی از اونها هویت جهانی یا اینترناسیونالیسم هستش. در این هویت همه انسان‌ها به کره زمین جایی در کیهان تعلق دارن که به اونها هویت زمینی رو میده و انسان‌ها نتونستن به این هویت خودشون پی ببرن و وطن خودشون رو در سطح شهر و کشور نگه داشتن. هویت دیگه که متعالی تر هستش، هویت کیهانی یا اینتر یونیورسالیزم هستش که همه انسان‌ها رو متعلق به جهان هستی میدونه که فارغ از هر گونه محدودیت‌های قومی و نژادی و ملی، انسان‌ها میتونن به یک تن واحده هستی متعلق باشن. پس ما نتیجه میگیریم که تا انسان‌ها به جایگاه واقعی خودشون در جهان هستی پی نبرن، روی خوشبختی رو نخواهند دید و همچنان سرگردان و حیران و سردرگم خواهند بود و بسیاری از بیماری‌های روانی ناشی از این هست که انسان‌ها هنوز نتونستن هویت و جایگاه خودشون رو در جهان هستی پیدا بکنن.